بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو السلام على أدب شما بینا نگوانا عرجمان در سر جهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدید به برنامه افشای دعوتگیران به سوی جهنم. یکی از شبهات اساسی این دعوتگیران به سوی جهنم، من جمله طبعا آخوندهای فرقه زاله و باطل اثناعشری رافضی، یکی از شبهاتشون آیه، به قول خودشون آیه ولایت می پوشد. آیه ولایت آیه است در قرآن کریم در سوره مائده که آخوند جماعت و این فرقه ادعا میکنن که با وضوح به شکل یعنی صریح خداوند متعال بیان کرده است که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه جانشین بلافصل پیغمبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. تصور کنید یک آیین، در واقع یک آیین کامل، بنیان بر چیست؟ بر این آیه. من نمیگویم به عنوان یک شیعه زاده، خودم زمانی شیعه بودم، ادعا نمی کنم که این تنها استدلال پوچ این فرقه است، بلکه میگم به قول به زعم خودشون این قوی و مهمترین آیه برای ولایت حضرت علی است. این نما یورید الله آیه به قول خودشون تطهیر برای عصمت، البته اون هم میان سو استفاده میکنن، آیه رو قیچی میکنن، آیه رو کامل اصلا نمیخونن. بله، اون آیه و آیات دیگر هم میان تحریف میکنن در واقع. البته این آیه به زعم خودشون آیه ولایت مهمترین و قویترین به زعمشون دلیل برای ولایت حضرت علی ابن ابی طالب هست، و حتی ادعا میکنن که اجماع، علما اهل سنت اجماع دارند که این سبب نزول این آیه حضرت علی ابن ابی طالب باشه. در این برنامه دوستان عزیز، چه شیعه باشید، چه سنی باشید، چه اصلا غیر مسلمان باشید، میخواد ببینید حق با کیست. حرفایی که ما اینجا میزنیم انشاءالله با ادله میباشد، با سند صحبت میکنیم، و بنده پیشنهاد میکنم حتی با این سندی که ما شما نشون میدیم تا حد توانتون خودتون هم تحقیق بکنید. و من مطمئن هستم کسی که حقیقت جو باشه تحقیق بکنه میبینه که تمام آیاتی که اثناعشریه و تمام فرقه ضاله عموما و بالاخص فرقه اثناعشریه استدلال میکنن برای اصل دینشون، تمام این آیات که فی ذاته همه این آیات مبارک هستن، ولی در این آیات حجتی برایشون نیستن، حجتی علیهشون هستن، حجت برایشون نیست، علیهشون هست. همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودن که روز قیامت مثلا این قرآن کتاب الله یا حجتی برای شما می باشد، یعنی دفاع میکنند از شما، میگوید این من رو خوند، این من رو حفظ کرد، این بر من بر اساس تعلیمات من عمل کرد، یا حجتی ضد شما خواهد بود. یعنی به معنای این که قرآن شکایت میکند از شما روز قیامت، میگوید این من رو ترک کرد، بر من بر اساس تعلیمات من عمل نکرد. و من به شما وعده میدم که بعد از این بعد از این برنامه و تا با تحقیقات خودتون به همون نتیجه میرسید که بنده رسیدم و خود استاد خالد، و او این میبوشد که هیچ حجتی برای این جماعت بر اساس این آیه نیست. ولی بقیه تفاصیل این حرف با استاد خالد انصاری میبوشد. استاد خالد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بعد همونطور که شما بیان کردید، امروز ما صحبت میکنیم در مورد یکی دیگر از شبه های فرقه گمراه امامیه، دوازده امامی ها، یا به عبارتی دین گمراه، دین جدید شیعه دوازده امامی. و انشاءالله این شبهه رو هم اینجا باطل خواهیم کرد،
و دستشون رو میکنیم. و همچنین یک ویدیو هم هست از شبکه فکر کنم ولایت باید باشه که در اون ویدیو رو هم پخش میکنیم و به دروغ های اون آخوند هم جواب میدیم و اون آخوند در این ویدیو سعی میکنه که مثلا به زعم خودش دروغ های شبکه کلمه رو جواب بده. میگم آقای عقیل هاشمی میخواد به اون ایشون رد بده بگوید که ما در اینجا با ویدیو رو پخش میکنیم و جواب میدیم به سفسطه و دروغ های این رافضی گمراه. بعد نکته دیگر این که این شبهات بارها جواب داده شده توسط اهل سنت. کتاب های اهل سنت موجوده مانند در سایت عقیده و جاهای دیگر. توصیه من به بینندگان حالا همین حالا چه از طریق یوتیوب حالا چه از طریق تلویزیون ما رو میبینن بعدن اینه که این کتاب ها رو بخونند و رجوع بکنن به این کتاب ها و در این مقالات و کتب اصلا این شبهات بارها و بارها چه پاسخ داده شده و شیعیان رافضی و این 12 امامی ها کار دیگری ندارن الا اینکه این شبهات رو چه دوباره تکرار بکنن، همش تکرار بکنن و بگوین که بعد این اجماع هست و الاخ. اصلا بر فرض مثال ما در مورد این آیه انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون صحبت میکنیم امروز، بر فرض مثال هم بگیم باشه این آیه در مورد حضرت علی، چه چیزی از مذهب امامیه در از این آیه اثبات میشه؟ امامت 12 اثبات میشه؟ خیر. اسمت اثبات میشه؟ خیر. یعنی هیچ کدوم از اصول دین این پیروان این دین گمراه کننده از این آیه ثابت نمیشود. این آیه اصلا چه هم هست؟ متشابه هم هست. این چه به درد میخوره این آیه اصول دین باشه که ما بخوایم بریم توی تفسیر بگردیم و در اون تفسیر نوشته باشه الآیه نزلت فی علی ابن ابی طالب. آه ببین این آیه در مورد حضرت علی. بابا خب چرا پس یه صورت مستقیم این آیه نیومده اگر واقعا در مورد حضرت علی باشه مثلا؟ خب اگر واقعا این ما شده، چون آخونده افسحتر هستن از خدا پروردگار متعال. آخونده بلدن بگن با صلات و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین نبینا محمد و علی آله الطیبین المعصومین و الی یک عالمه اضافه میکنن، یه مش لقب اضافه میکنن که پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم برای خودش استفاده نکرد این القاب رو. بعد خب اینا افسحتر هم هستن استاد خالد. و بنده هم عرض کردم ابتدای برنامه در مقدمه که ولو اینی که ما اصلا تسلیم بشیم همین الان برنامه رو ببندیم، میگه آقا این آیه ولایت به قول شما این قرآن ترجمه فارسی، البته نه مای ترجمه این خرافیون از اهل سنت، این قرآن با ترجمه فارسی. شما درست فرمودید استاد خالد، همین الان میتونیم برنامه رو مثلا ببندیم بگیم من. که آقایون، یعنی این منظور من، مقصد من همین بود با این که این آیه تمام عمدتاً این ادله که اینا سعی میکنن علیه ما استفاده بکنن در واقع حجت بر علیهشون هست نه بر براشون. چون که اگر حتی ما به قول شما استاد خالد قبول کنیم که انما ولیکم الله درباره حضرت علی باشه، این چه ربطی داره به خلافت؟ من اینکه او فقط خلیفه منصوب من الله، یعنی جالب اینه، یعنی ما میتونیم اهل سنت بمونیم و بگیم که آخه اصلا باو باشه، اصلا میدونی این درباره فقط هم علی بوده. من. خب باشه خب. حالا چه فرقه؟ حالا دین شما 12 امام معصوم از کجا میاد؟ بعد تا بیرن چنگ میزنن به حدیث 12 خلیفه خب. که اصلا رب نداره به 12 امام خانه نشین، اکثرتش خانه نشین الا حضرت علی و حضرت حسن، یعنی بازی این آینه. ولی خب ما اهل سنت وظیفه خودمون انجام میدیم، شبهه بعد پاسخ داده بشه و اینو انجام میدیم. دقیقاً ببینید، و نکته قبل از اینکه حالا ما این ویدیو رو پخش کنیم یک صورت اجمالی صحبتی بکنیم در مورد این آیه، ببینیم مثلا این آیه چه میگه. همونطور که شما گفتید جالب اینه که اینها میان و به هر چیزی دست یعنی چنگ میزنن، چون مذهبی هست که هیچ دلیلی نداره، دلیل یعنی منطقی نداره و هیچ آیه اصلا برای این اعتقادات مزخرفشون وجود نداره، مجبور هستن از این حدیث به این روایت به اون و این دروغ و آن دروغ و این به این آیه و الی آخر بخوان و چکار بکنن این رو یه جوری اثبات بکنن. حالا ما این آیات رو کامل نشون میدیم. بله.
و ببینیم که اصلا اگر واقعا یک شخصی، خب یک شخصی واقعا همینطوری بخواد بگه آقا من میخوام سوره مائده رو بخونم، خب هم ببینیم که آیا از این آیات میتونه بفهمه که واقعا این آیه در مورد حضرت علیه، آیا این آیه اینقدر محکمه الان من باید شیعه بشم، این آیه در مورد شیعه همین الان میرم به من شهادت ثالثه رو میگم، شهادت ثلاثه رو میگم به قولشون و داخل میشم در مذهب اهل بیت. نه خب بعد بره تفسیر فخرالدین رازی رو بعد بره بچه تو تفسیر بخره بعد پیدا بکنه. بله خب الان من این فرستادم، اگر برام این رو اگر شما هم نشان بدید، ما فقط میخوایم اول آیات رو بخونیم ببینیم اصلا واقعا چیه، باید رجوع بکنیم دیگه به این آیات. از آیه سوره مائده هست، خب آیاتش 120 تاست همونطور که میبینید، و آیه‌ای که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم آیه 55، ولی خب ما از یکم قبلش هم میخونیم که باید ببینیم اصلا موضوع چه هست. خب از آیه 51 شروع میکنیم که میبینیم یه لحظه، بله مثلا اینجا از 51 یا 53؟ از 51، 51 چش، از 51 یعنی فطر الرحمن یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، سوره مائده آیه 51. خب بله بله، آیه رو ما مثلا میخونیم، شما هم فکر کنم قرآن ترجمه من هم عربی و هم عربی و هم فارسیش بس خشن اینجا هست. بله باش، پس شما میتونید فارسیش رو هم ذکر بکنید و که یعنی شما عربیشو بخونید من فارسیشو فوراً با ترجمه باشه. کنم. خب ما آیه 51 چه میگه؟ میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. این آیه 51 آیه این بله، و ترجمه فارسیش ای مؤمنان یهود و نصارا رو دوست مگیرید، بعض ایشان دوست بعضی اند و هر که از شما ایشان رو دوست دارد پس هر آینی او پس هر آین او از جمله ایشان است، هر آین خدا گروه ستمکاران رو نمی نماید. یعنی شما کاری که شما دارید میکنید همین این اینجا باید دوستان یعنی حواسشون جمع باشه، شما دارید کارو میکنید که آخوندها عمدتاً اصلا انجام نمیدن. شما دارید نه فقط سیاق، واقعا سیاق آیه دارید میبینید قبل از این آیه موضوع چیه، یعنی بخاطر همین از اینجا خوندید. خب چه زیبا. خب این آیه 51 بله، از اینجا میبینید صحبت در میکنه این که آقا ما با یهود و نصارا و اینها دوستی و اینها به این صورت، یعنی ولا دوستی به این صورت نیست که مثلا آقا من به اونها هیچ کاری ندارم، بلکه ولایی که در اسلام هست در دین هست نباید داشته باشه. خب بله. بعد میگه که آیه 52 میگوید که فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. این آیه 52 سوره مائده. خب ترجمه فارسیش، پس میبینی کسانی رو که در دلهای ایشان بیماری است یعنی نفاق است، سعی میکنن در دوستی یهود و نصارا میگویند البته البته بیرندگان ارجمند بعد برای من بنده عذر قائل بشم، من عذر شما بزرگ... قبول است. بله بله، بزرگ شده ایران نیستم متاسفانه. بله بله، می ترسند از آن که بر سرمان پشیمان شوند و بر آنچه در دلهای خیش ببخشید بلایی بیاید، پس نزدیک است که خدا فتح را با چیزی دیگر و یا چیز دیگری را از نزد خود بیارد، پس پشیمان شوند بر آنچه در دلهای خیش پنهان داشتند. خب پس از اینجا میبینیم که خداوند تا الان داره چی کار میکنه، ما رو دوری میگوید که با این افراد با این اشخاص اینها این ولایی که دوستی که مثلا ایمانی و راه خدا هست و اینها نباید داشته باشه. خب بعد
بیایم ببینیم که خب پس ما تا اینجا دیدیم که هر کسی بخواد واقعا این قرآن رو بخونه، چه به عربیش بخونه، چه به فارسی بخونه، چه به انگلیسی بخونه، چه به آلمانی و هر زبان دیگری، تا اینجا نمیفهمه نه از امامت، نه از حضرت علی خبری هست و نه از امامت خبری هست و نه نمیدونم از معصوم و نه اسمت و نه چیز دیگر. خب البته ما اهل سنت، این از عدالت اهل سنت هست، ما ادعا هم نمی کنیم اینجا درباره خلافته، ما نمیایم غلو اهل تشیع رو، آخوند جماعت رو نقد بکنیم و بعد بیایم مثلا بدیل بیاریم بگیم آقا این درباره ابوبکر، این درباره خلافت، بیاید حالا غلو ما رو بپذیریم. خلافت فی ذاته غلو نیست، ولی آدم بیاد اینجا بچپونه تحمیل بکنه بر این آیه، نه ما این ادعا هم نمی کنیم. غیر از این استاد خاله؟ بله دقیقاً همینطوره، چون اصلا به آیه ربطی نداره اینجا امامت و خلافت و ملک و بله دقیقا هیچ، یعنی واقعا تا الان همونطور که دیدیم هیچ خبری واقعا از این اعتقاداتی که اینها دارن نیست. بعد یک لحظه بعد میبینیم که در آیه بعد چه میگه. بیایم ما مثلا یک آیه قبل از آیه 55 حالا مثلا اگر نگاه بکنیم، یه خیلی خیلی جالب هست، چون اینجا دارد صحبت می کند که چرا در آیه 54 مثلا که چرا من در آیات قبلی دستور میدم که آقا با اینها ولا و دوستی در ایمان نداشته باشید. بله چرا؟ برای اینکه آیه، یک آیه هستش که میگوید خداوند در سوره بقره است اگر اشتباه نکنم، که میگوید که ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. خب دیگه این یهود و نصارا از تو راضی نمیشن الا اینکه بری مثل اونها بشی و از اونها پیروی بکنی، بعدا تو از تو خوششون میاد و راضی میشن از تو و الا خیر. و از اینجا میبینیم در آیه 54 یک قرینه دیگه هست، اینکه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنجاز بله ترجمهش. ای مؤمنان هر کی از شما، این رو بذار بذار کنم، ای مؤمنان هر کی از شما از دین خود برگردد پس خواهد آورد خدا گروهی را که ایشان را دوست می‌دارد و ایشان او را دوست می‌دانند، بر مؤمنان متواضعند، بر کافران با شدت درشت طبعند. بله در راه خدا جهاد میکنند و از ملامات کننده نمیترسند. این بخشایش خدا هست خدا هست و میدهد آن را بر هر که خواهد و خدا آخر آیه والله واسع علیم، شاید منظور اونجا نوشته باشه گشاده دست واسع علیم. بله بله داناست و داناست. و یک نکته مهم استاد خالد و بینندگان ارجمند، طبعا اسلام ستیزا هم میان اینجا سوء استفاده میکنن، میگن آه ببینید در اسلام کسی اجازه نداره مثلا ارتباط خوبی داشته باشه با غیر مسلمان. نه این معنای موالات فرق داره با دوستی عادی. ما همکاران موالات در دین، موالات در راه خداست. دقیقاً ما همکاران غیر مسلمان داریم، بنده اصلا در کشور غیر مسلمان بزرگ شدم، ما همکاران غیر مسلمان داریم، دوستان غیر مسلمان داریم، ولی این به معنای دوست صمیمی و به قول شما در مسائل دین هستش. خب طبیعیه آدم هر انسانی با هم فکر خودش، شما تا حالا دیدید مثلا یه بی دین، یک مثلا یه ایرانی هموطن اسلام سیتیز مثلا 10 تا دوست مثلا مذهبی داشته باشه؟ نه هر کسی میره با چیز، با هم فکرانش، یعنی وصلت دوستی صمیمی داره و این همین است. ولی در اسلام هیچ فرقی نداره با حالا چه دینی باشه، دین دیگری یا آیین دیگری، فقط میان خب فقط میرسه به اسلام میان میخوان چیز انتقاد میکنن، آه این چیست، شما نمیتونید آدم بعد همش دشمنی داشته باشه با غیر مسلمان. نه این نیست. ولی خب این الان این آیه 54 سوره مائده بود که خیلی مهم است، این آیه قبل از اون آیه به قول خودشون
ولایت که میان انقدر ازش سوء استفاده میکنن. خب استاد خالد الان آیه که واضحه است، یعنی ما که خوندیم، ولی خب شما یک جنبندی الان این چند تا آیه رو خوندیم، بلخص این 54 عاقل از این چی میفهمه؟ عرب زبان، فارس زبان، هر کسی که این ترجمه رو بخونه از این چی میفهمه؟ بله واقعا از اینجا میفهمید که آقا ما ولایه یا دوستی در راه خدا، دوستی ایمانی در راه خدا فقط باید مثلا با مؤمنان و کسانی که ایمان دارن داشته باشیم، مسلمان هستن و ایمان دارن، نه اینکه مثلا با کسانی که به این چیز ایمان ندارن و یا اعتقادشون درست نیست و یا بت پرست هستن و یا شریک قرار میدن برای خداوند و کفر میورزن و اینها، با اونها همه جور رابطه انسان میتونه داشته باشه، رابطه دوستی، رابطه خرید و فروش، رابطه نمیدونم هر چیزی که شما مثلا حتی ازدواج، حتی برای مرد غیر برای مرد فرد مسلمون، یک مرد میتونه با زن غیر مسلمون دیگه از این بالاتر، زنی که اصلا ایمان نداره، ولی خب این فرق داره. این نکته عمومیه برای مؤمنان که در این مسائل حساسی دین موالات معلومه. بلکه این آیه 55 بعدم میاد، در آیه 55 میاد به صورت کامل دیگه توضیح میده آقا چرا، اونجا که میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب به به این آیه تمام دین تشیع بنیان بر این است، این آیه است. خب ترجمه کنیم الان. شما دوستان، من از شما تقاضا میکنم بینندگان ارجمند، هر کسی تعصب رو بگذاریم کنار. آیا ببینید شما الان تصور کنید بنده به عنوان یک سنی مذهب شیعه زاده فرد سنی مذهب الان اعتقاد ادعا بکنید این آیه درباره ابوبکره، آیا به من نمیخندید؟ حق دارید، البته این ادعا رو نمیکنم. حالا ببینید اینا میگن این فقط درباره علیه، فقط و فقط، و تمام آیینشون رو ثابت میکنه امامت رو. ترجمه آیه 55 سوره مائده، سوره پنجم قرآن، آیه 55: جزی نیست که خدا و رسول او و مؤمنانی که نماز رو برپا میدارند و زکات رو میدهند دوست شمایند و ایشان پیوسته نمازگزارند. هر که با خدا و با رسول او و با مؤمنان دوستی کنند، پس هر آینه گروه خدا همون است غالب. خب این آیه پنجبان، این رو تو آخرش هم خوندم، آیه 56 هم معنی کردم. خب 55 که این نما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، آخه کجا شروع کنیم استاد خالد با این مصیبت؟ نه آیه کریمه، مصیبت فهم این اینا میگن آیت الله مصیبت، اینا مصیبت کبرا هستن. ما کجا شروع بکنیم؟ آیه میگه والذین آمنو، جمع، صیغه جمع، یعنی علی بن ابی طالب اینا شده اینو خدا که با صیغه جمع اینجا خطاب میشه. همین یه نکته استاد خالد، آیا خود پیغمبر در یک جای قرآن ما میدونیم خداوند خودشو با صیغه جمع او خداست، میگه اینا نحنو، ما این ذکر و قرآن رو نازل کردیم بر شما، او خداونده. یک جای آیه اومده، یک آیه اومده در قرآن استاد خالد، خداوند بفرماید مثلا خطاب بکنه محمد مصطفی رو صلی الله علیه و آله و سلم با صیغه جمع در عربی. خب در فارسی که نداریم، بس فارسی میگیم شما یا تو، به عربی میگن مثلا انتم جمع، یعنی انت مفرد، انتم صیغه جمع. عربی میشه، در زبان عربی میشه این کارو کرد، درسته؟ آدم میتونه مثلا شخصی رو بگه که انتم، به یه شخص واحد دارم بگه انتم، صیغه جمع براش استخدام کنه آدم. ولی کجا قرآن اومده که خداوند یکتا مثلا برای پیغمبرش استفاده کرده باشه؟ که اینجا میگه والذین آمنو. خب والذین آمنو استاد خواهد، همینو فقط از اینجا شروع کنیم. والذین آمنو فارسی شو اگر لطفا ترجمه کنید و بعد ببینیم این اصلا میخوره که این یعنی والذین آمنو یعنی بله. صحبت بله تا اینجا پس گفتیم هر کسی که این آیات رو بخونه، خب بدون هیچ تفسیر یا این چیزا، میبینیم که هیچ نمیفهمه از اعتقادات شیعه، نه در اون هست و نه ذکری شده از حضرت علی و نه از نمیدونم امامته و نه اسمته و نه چیز دیگه.
نکته دیگر این که این آیه اصلا ما نیازی به هیچ حدیث و تفسیری و جایی بریم، این آیه خودش ردی هست بر شیعه. چرا؟ برای اینکه این آیه همونطور که شما گفتید همش به صورت جمع، اما اینکه خداوند میگه آقا دوست و یاور شما، ولی شما، نه ولی. حالا در مورد همین ولی و ولی هم صحبت خواهیم که به فتح و کس که خیلی خنددار هستش، میگه این ولی شما خدا هست و رسولش. میگه خب اینجا همه چیز مفرده، الله و رسولش رو چه مفرده، خب جمع نبسته اینها رو، برای اینکه یک رسول هست و یک الله هست. خب دقیقا. ولی میبینیم که آقا وقتی در میگه والذین آمنو اینجا یهو جمع میشه. خب چرا یهو جمع میشه؟ ببخشید استاد خالد، من فکر کنم الان یه چیزی الهامی برای من رخ افتاد. الان چیزی نه جدا اینا الان یه چیزی یادم اومد. نکنه اینا بیان بگن، البته من شنیدم میگن، نکنه اینا بگن آقا مشکلی نیست جمع اومده، ما میگیم درباره علی بن ابی طالب این عامه، درباره تمام ائمه است، ائمه خب جمعن. خب ولی اگر اینم بگن خب پرسری میشه براشون. نه ولی اگر اینو بگن با دلیل بیارن، نه اول اینکه دلیل بیارن، اول اینکه دلیل بیارن، دوم اینکه ایمان رو بتونن اثبات بکنن که فقط منحصر در 12 امام، یعنی بقیه مؤمن نیستن. چنین چیزی قابل میشه اثبات کرد چنین چیزی رو؟ انسان عاقلی نمیتونه اینو اثبات بکنه که بگه آقا مؤمن فقط 12 امام، دیگه هیچ کسی دیگری مؤمن نیست، ایمان نداره. خب اینا ولی میگن نه، آیه که نمیگه مؤمن، میگه ولی یکم اونا، میگه ولی خاص شما فقط اینا هستن. نه پس والذین آمنو کیا هستن؟ خب والذین آمنو کیا هست؟ این آیه اشکال داره، هر جاش هر کاری بکنی این آیه اشکال داره. عرض کردم علی بر علی شده. راستی ببخشید یه نکته، شما ابتدا برنامه گفتید این آیه متشابه هست. من میدونم، حالا من نمیخوام این موضوع رو زیاد پیچیده بکنم، من میدونم اختلاف نظر هست، بعضی حتی علما میگن که اصلا هیچ چیزی به نام فی ذاتی آیه متشابه نیست، این آیه درباره متشابهات رو طور دیگه تعبیر میکنن، میگن که اون فهم اشتباه مردمه که متشابه میبینن. حالا ما کاری نداریم، حالا واقعا خود بعضی آیات فی ذاتی یه آیه مثلا متشابه باشه یا نه، در واقع استاد خالد میشه گفت این آیه خودش که متشابه نیست، آیه خیلی واضح است، آیه درباره آیه قبل و آیه بعد از 55، آیه خود 55 درباره موالات، دوستی صمیمی با یهود و نصارا سخن میگه. خب این که خیلی واضح است، واضح بودن این آیه رو ما شک ندونیم، اون چیزی رو که اینا تحمیل میکنن به زور میخوان اثبات بکنن روی این آیه، او نتیجه او متشابه میشه، چون انسان میگه این حجت الهی بر خلق، این است حجت الهی بر خلق، آیه ای که اصلا نه اسم علی اومد چه برسه به بقیه ائمه. بعد آدم رجوع بکنه به تفاصیل، به تفاصیل یعنی چی؟ حالا اصل دین اینو صحبتش رو میکنیم، ولی فقط میخوام اینو بگم که وقتی که میگه والذین آمنوا این جمع، یا اینکه بعد بیاید ثابت بکنید که آقا این کسانی که ایمان آوردن فقط ائمه شیعه هستن، این غیر ممکنه. دوما یعنی همه مؤمنان و حضرت علی هم داخل مؤمنانه، این یک. دوم این که میگه یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، یعنی چه؟ بازم جمعه، یعنی همه این افراد همه نماز میخونن، همه زکات میدن، یعنی هر کسی که نماز میخونه و زکات میده و مؤمنه جز این آیه هست. خصوصیتی برای حضرت علی نداره. نه منظور بنده این بود، اگر این آخوند جماعت عقل داشتن لااقل می اومدن، کسی که قبول نمی کرد کی کتاب اینها رو با دین اینها رو قبول داره، ولی برای خودشون لااقل می گفتن که این آیه سبب نازل آیه این استش که تمام ائمه ما مثلا در نماز در رکوع زکات دادن، اون موقع حالا یه جوری آدم میشه گفت شاید، یعنی خب ولی اینا ادعاشون این استش که این منحصر به علی ابن ابی طالب. خب اگه این آیه منحصر هست به علی ابن ابی طالب و اگه این نما یورید الله، اگه آیه تطهیر بیشتر ائمه شون هنوز به دنیا نیامدن، این هم با چه اجازه کجا این میان میپوچونن میان ائمه رو 12 ائمه رو میکنن تو قرآن حدیث 12 خلیفه؟ دروغ بیش نیست. ولی یک نکته هم هست، یک نکته که قبل از اینکه حالا این ویدیو رو پخش کنیم و اینها، خب بگم که این آیه معروف همونطور که میدونیم اینها اسم میذارن روی آیات، اینو من همیشه میگم، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه ابلاغ، آیه نمیدونم مودت
اینها بعد آیه قربا زبیر قربا میگه بله. خب بعد این آیه اسمش چیه؟ آیه ولایت. آیه ولایت. ولی یه خنده داره، میدونید چرا؟ واقعا این آیه رو نه، حالا میگم چرا. از لحاظ لغوی و نحس چیز اشکال داره، برای اینکه اینها میان میگن آیه ولایت به کسر، ولی آیه خودش چی میگه؟ میگه انما ولیکم الله و ده انما ولیکم الله. میگه از ولایت و فرق هم داره، ولایت با ولایت فرق داره، ولایت فرق داره. اینها میان آیه رو فتحه رو میارن میذارن کسره که بگم ولایت یعنی چه، یعنی حکم و اینها و نه ولا. بعد من فکر اگه اشتباه نکنم در مناظره 10-11 سال پیش این ابوالقاسمی بود، که البته این اشکال هم ما آوردیم، گفت مگه آیه هم داریم که در قرآن بگه آیه ولایت مسلمه با و، ولی خب چون اینا قرآن نمیخونن، خداوند میگه هنالک الولایه لله الحق، خداوند میگه که اصلا ولایه میگه در قرآن، تازه اون حافظ قرآنه، اون یکی از مقام مونده شده که میگن حافظ قرآنه، حافظ. تلویزیون اومد. بله. پس ما آیه داریم در قرآن که با و هست، با به کسر واو و این آیه و همچنین آیه که هنالک الولایة لله الحق در سوره کهف آیه 44. بعد اگر واقعا ما سوال میپرسیم از اینا، اگر واقعا این آیه به کسر واو هست، چرا پس امامیه این آیه رو انما ولیکم الله نمیخونن؟ چرا در شهادت ثالثه‌شون نمیگن اشهد ان علی ولی الله در اذان؟ چرا نمیگن؟ چرا میگن ولی الله؟ چرا نمیگن ولی الله؟ پس چرا اگر میگن نه آقا این چیزا نیست، اینو پس میگن اگر این چیزا نیست، پس چرا این آیه اسمش آیه ولایت و نیش ولایت؟ آقا این زبان عربیه، فتح و کسره معنی رو تغییر میده. شما برای فارسا و ایرانی ها میشینید اونجا میگی آیه ولایت، نا میگن به به درسته. اونا که متوجه نیستن که این فتح و کسر معنی رو خیلی به صورت خیلی 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 جدی تغییر میتونه بده. ولی شما خب روزه رو برای اونها میخونید و اون متصوفی که نمیدونم در شمال آفریقا و مصر و اینها در سید زینب و رسول حسین خودشون دیگه ذوب شده در ولایت هستن، فقط میان برنامه های شما رو میبینن که دیگه میرسن به معراج. خب بعد نکته دیگر، خب پس چه گفتیم؟ آیه به کسر نیست بلکه به فتح. بعد این معنایش، پس معنی الولایه در عربی با الولایه فرق شاسیه، ولایه و ولایه از موالات هست، یعنی موالات داشتن. جالب این هستش، همون مگه اینا نمیگن ولایت مدار؟ مگه اینا نمیگن ولایت مدار؟ سپورت کنی، دوستی داشتی، دوست و آدم سپورت کنه، دوست داشته باشه خامنه اینه این حرف رو اونجا خوب میفهمن. خب اونجا خب این آیه در باره همین هست، این در این آیه نه در باره خلافت ابوبکر، نه ولایت فقیه علی خامنه ایه، نه ولایت علی بن ابی طالب، چه برسه به فرض اولادش، چه برسه به اولادش. ولی خب اینها برای ماستمالی و برای گمراهی مردم حرف زیاد دارن برای زدن. اینا هم مثل توتی هم چیزا تکرار میکنن، فکر کنم مثلا علامه دهر هست هر کدومشون، که آقا ما انا از تفاسیر عامه براتون ذکر میکنم، دیدی حتی آیت اللهش میره از تفاسیر عامه. خب حالا استاد خالد مگر نیمده در تفاسیر عامه، در تفاصیل اهل سنت، که این سبب نزول این علی بن ابی طالب دیگه. ولی خب البته اینو پاسخ دادید، ولی اینکه علی بن ابی طالب باشه چه ربطی داره به خلاف؟ ولی حالا جالب اینه، بدبختی اینا این است، این است که اینقدر بدبخت رافضیگری، حتی اونم ثابت نیست غیر از اینه، یعنی حتی اگر ثابت بود هیچ چیز ثابت نمیشد، ولی حتی اونم ثابت نیست که سبب نزول علی بن ابی طالب باشه. اینکه ذکر شد در کتب تفسیری که دلیل نیست، بعد سند صحیح رو داشته باشه. بله. ولی خب ببینید یک سری این داستان هایی که ساختن، واقعا اول اینکه این روایت هایی هم که آمده، حالا میخونیم نشون میدیم اینها رو، همه این روایت ها روایت های اکاذیب و باطله که اومده که آقا این آیه حضرت علی در رکوع بوده و انگشترش رو زکات داده و الی آخر. بعد نکته دوم این که
از قبل اینکه فقها در مورد همین مسئله آیا زکات و اینجور چیزها اصلا چیزهای مختلف تو گفتن که آیا واقعا بر اشخاصی زکات هست زکات نیست، آیا بر این طلا و نقره زکات هست زکات، حالا این مسائل فقهیشون ما میذاریم کنار، اما صحبتی که میخواستم بکنم این هستش که خیلی یعنی سوالاتی به مطرح میشه در مورد این آیه که آیا واقعا حضرت علی رضی الله عنه در نماز باید مثلا در هنگام رکوع زکات میدادن؟ چرا بعد از نماز زکات رو ندادن؟ چرا در رکوع؟ آیا اهل بیت، یعنی ببینید اگر واقعا چنین چیزی بود که باید انسان معنی آینه که انسان در رکوع باید زکات بده، پس این یک امر تقریبا امر بسیار بسیار بله دقیقاً اینطور بسیار بسیار دیگه تقریبا واجبی میشد و همه اهل بیت هم باید این کارو میکردن، ولی احد این کارو نکرده، حتی پیامبر هم این کارو نکرده. بعد ایشون در حالت رکوع هست، چطور دید که کسی در میاد میبین پیش اینا ایشون بعد اینا تناقضات استاد خالد میگن مگر شما در حالت رکوع یک لحظه لطفا، اگر شما در حالت رکوع هستید خب سرتون یعنی دیدتون و سرتون به چشماتون به چیه؟ به سجدگاهتون، یعنی شما واقعا باید سرتون رو 180 درجه برگردونید که بتونید ببینید آیا سمت راستتون یا سمت چپتون کسی هست و از شما چیزی میخواد، یعنی همون لحظه باید حتی از ذکر خدا و اگر قرائتی دارید میکنید هم سکوت بکنید که بشنوید این شخص داره میگه آقا به من کمک بکنه اینها که بخوای انگشترتو بدی مثلا، یعنی اصلا اون که هیچ عقلی نداره. اون که جای خود استاد خالد، بنده که شیعه بودن زمانی شما هم شیعه بودید زمانی، مگه ایران نمیگه که حضرت علی ببینید حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه انقدر خشوع داشتن در نماز، یه تیغی نمیدونم چی بود تو پاش فرو رفته بود تو نماز، تو پاش مردم نمیتونستن در بیارن چون درد و اینها داشت، بعد سب میکردن برای نماز، تو نماز اون تیغ رو از پاش در آوردن چون حضرت انقدر زوب در مثلا در نماز بود و اینها اصلا هیچ حسی و اصلا یه عالم دیگری بودن. خب این مثال من میدم از تناقضات اینها، از یه لحاظ اهل بیت و شبه خدا جلوه میدن که در نماز اصلا یه دنیای دیگه بودن و اصلا هر دورورشون اصلا هیچ حسی بجز همون وجود باری تعالی رو در اون لحظه اون نماز اون لذتی که میبردن هیچ حس دیگری نداشتن. و در صورت دیگه میگن استاد خالد و بینندگان که در وسط نماز در رکوع به یه فردی، اون فرد نادان اونم کی هست آخه؟ مگه وقت زکات دادن؟ آخه اولا که علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب که فقیر بود، اینا که میگن ما هم میگیم فقیر بود، واقعا هم فقیر بود، آخه شخص فقیر مگه زکات میده؟ استاد خان آخه آدم کجا چیکار کنه؟ آخه اباطیل اینا اینقدر زیاده ای که این بنده خدا، این بنده خدا ببین این بوت، ببین بوت ها هم چیزی درست میکنن، ببین اینو توی قفس اینجا کردن در موزه ببینید. بعد آخه این بنده خدا میگن اینقدر فقیر بود نمیدونن دمپایی کفش خودش رو میدوزید، درسته؟ ما اهل سنت هم اعتقاد داریم این درسته، این در روایت اومده حضرت علی بن ابی طالب واقعا فقیر بود، واقعا خیلی فقیر بود. خب شخصی که فقیره آخه اون جماعت نادان، اصلا شخص فقیر که زکات نمیده نمیتونه بده. حالا اینا میگن بعد آره اینا اهل بیت، اهل بیت که زکات نمیگیرن، بله از زکات نمیگیرن ولی صدقه میگیرن یا میدن، درست استاد خالد؟ الان اینا بگن به ما آ اینا رو بی سوادها رو اینا نمیدونن که اهل بیت که زکات نمیگیره، حتی در کتاب شما اهل بیت اومده، اهل سنت اومده، درسته زکات نمیگیره علی بن ابی طالب ولی زکات هم که نمیده فقیره. پس اگر بتونه یه کاری، اگر هم یه چیزی از دستش بر بره اینه که صدقه بده، درسته؟ خب این آیه که نمیگه صدقه، این آیه که به آیه دیگه زکات صحبت میکنه. حالا ما نمیدونیم زکات فطر هست که هست، نمیدونیم که اونجا داده شده چه زکاتی هست. اگر آدم من نمیدونم آدم چیکار بکنه، از یعنی از هر زاویه شما نگاه بکنید، از هر زاویه اینا رو میتونید ابطال بکنید حجت اینا، اونم نه یه حجت ها، عرض کردم ابتدای برنامه مقدمه برنامه، این مهمترین آیه اینا برای امامت و ولایت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هست. پس اگر این ابطال بشه بقیه من باب اولا کشکم ارزش نداره. بله حالا من این ویدیو رو میذارم ببینیم که این
خوندک مثلا چه جوابی داره و چه دروغهایی به تفاسیر اهل سنت بسته که بعدا ما همه رو هم نشون خواهیم داد که بعد ببینیم چطور هست. یک لحظه، چشم. یک آخوند جدیدم هست، حالا شما شاید دیده باشیدش. اینا تولید میکنن، زود تولید میکنن، اینا امکانم زیاد دارن. آره آره اینو دیدم، آره آره اینو دیدم، اینو دیدم، آره آره فتح بارک الله، فتح بارک الله. یکی از این مشرک های زندگ های ده آتیشه از یا علی مدد رو همه چیز از همه چیز دفاع میکنه، از اون عمامه شیطانیش که آقای غزی میگه عمامه، اینها عمامه شیطانه، معلومه که از اون زب شده در ولایت شاه اسماعیل. آره. این شخص هم اینا خیلی موزیه، این مجری شد موزی و اطلاعاتی هستش، مثل قذبینی آره. مایو فعلی شکی نیستش. اصلا چرا به این معلوم قاتله. خب بریم، اوکی ببینیم چطور هست. پس چرا اینجا اومد؟ صدا خوبه؟ نه خوب نیست، کمی پایینه. یک لحظه، یک لحظه. نه از خوب نیست. یک لحظه سب کنید. بله نه مشکل نیست. علی ابن ابی طالب قبل از اینکه بابا تغییر بیاد درخواست پاس دارید میگید آیه ولایت درباره علی نیست، درباره هر کسی که تو نمازش صدقه بده. پس چرا اینجا اومدید میفرمایید که چرا علی ابن ابی طالب قبل از اینکه اون بابا اون فقیره بیاد درخواست پول بکنه، چرا قبلش اول نرفت انگشتر بده بعد باشه نماز بخونه؟ ببینید این گاویه این فقیره. به این دلیل که خدا بابا کی طرفیم، ببخشید میدونید که هر جمعه باید اصدقای باید نمیتونم تحمل بکنم. به انگلیسی میگن I lost brain cells، من سلول های مغز آدم از بین میره، آدم با این آدم درگیر میشه. آخه این چه چیزیه، چی میگن این انتقادیه. خب ما میاییم بر اساس اون روایت، اون قصه باطل شما انتقاد میکنیم، ممکن نمیگوییم اون صحت داره. بله ولی خب این نمیفهمه وقتی که شما میگید آقا این حضرت علی این کارو کرده. ما هم همین الان قبل از اینکه ویدیو رو بذاریم این حرفا رو زدیم، گفتیم آقا چرا برایشون زکات واجب نبوده، چرا قبل بعد از نماز این زکات رو نداده و الی آخر. ما در این مقابله به مثل میکنیم که امثال شما بفهمید این رو و این نمیفهمه و میاد دیگه ببین اینها قبول دارن که آیه در مورد حضرت علی میگن که نمیگفتن چرا بعد از نماز نداده. اگه توجه بکنید به انگشتراش هم نگاه کنید، 8 7 8 تا چند تا انگشتر انداخته مثل جادوگر. بله این نشونه های جادوگرا تو جدا اینا ما نمیگیم خود انگشتر سنته پیغمبر انگشتر، ولی اینو راست میگید. بله ولی چند تا مثل جادوگر. بله جادوگرا و اون دست کار نکرده هم که میبینیم دست مال مردم، مال مردم ایران خورد. ببخشید فقط استاد یه نکته، ما که پس ما که میام اعتراض میکنیم به این قصه، این هالیوود و بالیوودی اینها، میگیم آخه این چه حرفیه، حضرت فاطمه رفته در رو باز کرده، مگه ناموس نداره؟ چیو علی کجا بود داره چیکار میکنه؟ این انگار که یکی از اینا باید بیاد بگه که آه دیدی وهابی سنی اومد اعتراف کرد قصه صحت داره. به این آدم میگه الزام حجت آخوند بی سواد. این ما داریم الزام میکنیم او چیزی رو که شما قبول دادید، ما میگوییم بر فرض محال که این درسته، اون امامی که ذوب شده در ولایت و خداشناسی و هیچ کسی رو به جز خدا نمیشناسه و اصلا ذهنش جای دیگه است، ذهنش اصلا خارج از این عالمه در نماز، او آخه چطور میشه یا اینطوری بخوبی دست اینطوری میبرونه به یکی چیز بده؟ چون چند تا تفاسیر سنی و مگه تفاسیر اهل سنت، مگه کتاب های مقدس هن، مگه کتاب های صحیح هن، مگه ما صحیح فخرالدین رازی داریم، مگه ما صحیح نمیدونم قرطبی داریم، مگه اینا صحیح هن؟ البته اینا رو که نمیگوین براش مهم هم نیست، همین یه تریلی لیست میارن در کتب عامه برادران اهل سنت آمده است، بسته به به چه چه ده تا صلوات هم میگن، نمیگن به مردم که خب اینا جمع کردن یه چند تا روایت. خود فخرالدین رازی بنده خدا ایرانی از شهر ریه چندین اقوال همیشه ذکر میکنه، باطل ترین رو ذکر میکنه، صحیح ترین رو ذکر میکنه، حتی اونجا هم اشتباه میکنه بعضی اوقات، اون فرد بشره.
اینا میان می از اینجا از اونجا از اونجا میگیرن برای خودشون دین میتراشن. و الان عجب خب استاد خاله دست رو نره کنه، همین اولش خیلی خیلی جالبه، عجب استدلالی. میگم میفهمیم که آقا اگر وقتی ما میگیم که چرا حضرت علی، همونطور که شما گفتید، چرا حضرت علی بعد از نماز زکات و صدقه را نداد و چرا حضرت علی نمیدونم صبر نکرد که این شخص بیاد پیشش، یا ایشون قبل از نماز میرفت پیش این شخص، ایشون که البغیب داره خبر داره آقا اینجا یک سائلی اومده، یک کسی اومده نیاز داره و اینها، این دلیل نیست که ما این ماجرا رو قبول داریم، بلکه ما داریم شما رو ملزم میکنیم به چرت پرتی که به عنوان عقیده به مردم یاد میدید. خب حالا ببینیم که این آخوند صفوی چی میگه تا آخر. پس اصلشو پذیرفتی؟ دقیقاً تلقیه به قبول کردید که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون در مورد علی بن ابی طالب، نزلت علی المؤمنین صدقه داده در حالی که در حال رکوع نماز بوده. بله و با حشر ولایت آقا آیه در مورد زکات صحبت میکنه، اینا میگن صدقه، درسته؟ وقتی که خداوند در مورد میگوید یؤتون الزکا یعنی چه؟ یعنی اینکه صحبت از زکات هست و نه از صدقه. اون حسر شد بس ولایته. بله انما حسر کرده ولایت رو در ستن، الله، رسول و اون آقایی که تو نماز انگشت در داده. نه و این هم دروغی بیش نیست، نه اون آقای بلکه میگه والذین آمنو، این جمعه، نه اون آقا. کی میگه اون آقا؟ کجا آمده که آقا؟ یعنی این تفسیر واقعا تفسیری هستش که چطور بگم، یعنی از شکم خودشون و از دل روده خودشون یه چیزی در میارن و به خداوند نسبت میدن اون آقایی. این آقا این حرفی هستش که از خودش در آورده. استاد خالد یعنی... ببخشید بله. این تمام این دو دقیقه قبل که شما صحبت کردید متصوره قطع شد. اگر شما بله اگر شما لطف فرمایید از همون بعد از اون حرف مضحک ابتدایی بله. که این شخصت از اونجا دارت بذارید. یعنی من تا الان صحبت کردم هیچ کدوم عرض پوزش خواهش می‌کنم. ببینید از اینجا چی میگه؟ چرا قبلش اول نرفت انگشتر بده بعد باشه نماز بخونه؟ پس اصلشو پذیرفتی؟ دقیقاً تلقی به قبول کردید که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون در مورد علی بن ابی طالب. نه مؤمنین صدقه داده در حالی که در حال رکوع نماز بوده. بله این مدک چی میگه صدقه داده؟ آیه در مورد زکات صحبت میکنه و یؤتون الزکا نمیگه صدقه. یعنی شما بی سواده نمیدونه که فرقو مشکلشون رو باید خودشون حل بکنن با خودشون، صدقه یا زکات. اگر زکات داده بفهم، اگر صدقه خب این نکته. ببینیم در ادامه چی میگن. و با حشر ولایت منحصر شد. انما بس ولایت. آقا اینا ما رو کشتن با این حشر، والله ما رو کشتن، این رافضی جماعت ما رو با حشر. هر جای آیه میاد این انما حشره، انما ولیکم الله حشره، این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت حصره، و با این لحجه به قول معروف دیگه نقطه چینشون. بعد چی میگن این انما اینجا حصره؟ آره حصره، اما این حصر برای حضرت علی نیست، این حصر برای همه کسانی که ایمان آوردن، یعنی فقط کسانی که ایمان آوردن، الله و رسولشون و مؤمنین، این جمعه، اون مفرد. الا اینکه حضرت علی 50 تا 20 تا نمیدونم 40 تا 100 تا 1 میلیون حضرت علی هست ما نمیدونستیم. ولی خب. جالب دیدید استاد خالد چجوری همدیگه رو تشویق دارن برای خودشون آشو پختن. بله اینا اهل سنت قبول دارن. بله مجریه بی سواد میگه دقیقاً نمیدونه کی گفت نبات پخش میکنه. اصلا آدم چی عرض کنه اگر اینطوری بود؟ آخه استاد خالد ببینید چقدر اینا بی مخن و اصلا چیزی از که بگم خود آخه آدم هر کلمه دیگه نمیشه استفاده کرد برای اینا. ببینید چقدر بی مخن اگر اینطوری هست که اهل سنت اینو قبول دارن. خب پس اهل سنت چرا اهل سنتن دیگه؟ چرا اهل سنت چرا به اخلاق یعنی میخوام بگم منافقم دیگه. یعنی ببین چقدر پلیدن اینا، اینطوری واقعا هم جلوه میدن و برادران سنی هم اعتقاد دارن به قدیر و این حرفا. یعنی چی؟ ای قدیرتون مبارک باد آقا، قدیر
نسخه شما یعنی ابوبکر و عمر و سایر صحابه غصب خلافت کردن، یعنی ما به غصب خلافت اعتقاد داریم و به هم به خودمون میگیم اینقدر اینا پلیدن، اینقدر از خود راضین اینا. آره نه اینا هم قبول دارن، سنی هم قبول دارن، فقط اعتراض مثلا انتقادهای آبکی میکنن و اینها غیر منطقی. آبکی انتقادهای غیر منطقی میکنی؟ آبکی میکنی؟ چی عرض کنه؟ ببینیم چه میگه حالا در ادامه، جالب نیست. انما حصر کرده ولایت رو در ستن الله، رسول و اون آقایی که تو نماز انگشت نزده. این دروغ محضه. اون آقایی که آخه چی بگه آدم به این، به این بامشات آقا، یعنی چه اون آقایی که این حرف اصلا دروغ به قرآن و خدا و توبه کرد. اون آقایی که درکوت زکات داده، این خدا میگه انما ولی شما منم، رسول و کسانی که ایمان آوردن، نه اون آقایی که چیز. کدوم آقا؟ یعنی واقعا ببینید چطور با یعنی اصلا انسان عاجز میمونه که چی بگه به دروغگویی و زندگی اینها. بعدم تفسیر اینا از یه زاویه دیگه هم توهین هست، چون اگه اینو به معنا بکنیم به عنوان رهبر سیاسی، یعنی خداوند میگه رهبر سیاسی شما فقط و فقط خداوند و رسولش هست و علی بن ابی طالب. خب پس غلط کردید که خامنه ایتون جا نشسته نمایندگی میکنه، حکم میکنه، اما او که غلط کرده. ثانیاً این چه تفسیریه که آدم اینجا ولی رو ولی به معنای این که رهبر سیاسی و غیره چیز کنه؟ خداوند رهبر ما هست به این معنا؟ اصلا اجازه هست استاد خالی آدم خداوند رو رهبر بخونه؟ خداوند رهبر من هست ولیعز بالله؟ اصلا این ما داریم این فرهنگو؟ قائد به عربی میگن، قائد الله قائدی اولا. یعنی ببینید اینا چون با یه چیز باطلی رو دارن تحمیل میکنن به زور روی این آیه، ببینید چه نتیجه های زشتی ازش در میاد. خب ببینیم که این زندیق چه میگه در ادامه. پس اولا شما قبول دارید که او علیست؟ نه قبول نداریم، قبول نداریم. ما میگیم مؤمنان، همه مؤمنان و علی جزوشونه، این حرف ماست. اطمینان به نفس به یه جوری میگه انگار واقعا قولش باور میکنه. ما قبول دارید، کسی نیست بزنه پس گردن این بگی که آقا برو اول یاد بگیر بعدم بیا، برو پیش قزوینی مایوف علی یکم قرآن خوندن یاد بگیر. ولی جدی ها اینها، استاد خالد اینجا یه نکته واقعا مهم، اینا کارشناس هاشون هستن، اینا یعنی نور علی نور حوزه هستن که اینا خودشون نشستن با هم دیگه گفتن این خوبه به بالا، اینو به جان سنی ها عمری ها نمیدونم وهابی ها بندازیم. اینا کارشناس ها. اگر اینا کارشناسشون هستن، خب اون بقیه آخو جماعت اونا دیگه چیه؟ اونا چیه دستشون برمیاد؟ معلومه اون قزوینی یادتونه 10 سال پیشون اعتراف کرد با یه کاروان روحانی طلبه رفت مکه، حداقل 30 نفر ازشون متزلزل شد، با متزلزل عقایدشون متزلزل شده بود. خب معلومه اگه این بازوادشون مثلا نه. بله. خب بعد میبینیم که در ادامه چه میگه. پس ما هیچ چیز رو قبول نداریم، این خودش داره اینجا داره چرت و پرت میگه. البته خب ما که میگیم ما اهل سنت رو میگیم، عموم اهل سنت اینو قبول ندارن. بله ما گفتیم تنها قول اهل سنت از تفاسیر الان میخونیم اینه که جمیع مؤمنان و حضرت علی هم مسلما از مؤمنان هستش. خب صدقه داد، چرا آخر صدقه داد؟ این دیگه بازیچه ایش، حالا یه چند دقیقه ازش صحبت خواهم کرد. اما این که واقعا آیا این آیه در شأن امیرالمومنین و شأن نزولش درباره مولا علی هست یا نیست، مسلما یعنی جز آیاتی است که بحثی درش نیست. فقط سه تا نمونه آدرس بدم. یک، سیوطی، حافظ جلال‌الدین سیوطی، جلد 2 صفحه 93. نگاه کنید به انگشتش، حافظ جلال الدین، اینطوری که آقا ما به ماستمون چیز پرچرب‌تر کنیم که حافظ سیوطی که یعنی درسته. خدایا. خب حافظ سیوطی آخه، خب آخونده باسواد، حالا میبینیم حافظ سیوطی یعنی کتاب صحیحه، حجت بل... بذار ببینیم اینو پخش کنیم بعد الان نشون میدم بهتون کتابو. از کتاب تفسیر الدر المنصور. 2، دور المنصور نیست آقا، بساد نیست، منصور نیست، اون دور المنصور آقای منصور نیستن، اون با سه نقطه تلفظ یه جور دور هم نیست، دور هم نیست.
برید که استاد خالد آدم گوشیش در میکنم اینا میشنفه. مثل قرائتی که اون دفعه ما بهش جواب دادیم چی میگفت؟ قولو، قولو رو مثل هلو میگفت و قولو و اینها. حالا اینا مثل این خب شمه هستانی از ابن عباس در شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 209، سوم بیضاوی در انوار و تنزیل جلد دو صفحه 132 و و و و و و و حالا و و و رو ببینیم چیه. اول ما شروع میکنیم با همون دورالمنصورش، ببینیم دورالمنصور چی میگه. اگر یک وقت ولی خب اولین چیزی که بعد همون متوجه بشیم این استش که خود شاید بعضی از بینندگان بلخص بینندگان شیعه این رو ندونن، چون خب اینطوری آخوندا شغلشون این از اینطوری مردم رو فریب دادن. عزیزان این رو باید بدونید، سند ذکر کردن کفایت نمی کند در مسائل اعتقادی، مسائل حدیث، ایمان، اصل دین. باید یک روایتی باشه با سند صحیح، روایت معتبر که علما اینا قبول کردن. بعد اون کسی بگه مگه خب میشه، مگه شما سنی ها چیزی درباره علی بن ابی طالب رو قبول دارید؟ بله، ما اصلا باب ابواب کامل، باب کامل درباره فضائل علی بن ابی طالب داریم در بخاری، در صحیح مسلم، در کتب سنن. ما که منکر حضرت علی بن ابی طالب و فضائلش نیستیم، ولی ما منکر فضائل دروغین که نسبت شده به ابوبکر و به عمر و به معاویه و به علی، به تمام اینا فضائل دروغین نسبت شده. پس الان کاری که استاد خالد میکند این به خاطر، شاید بگن استاد خالد ما این به خاطر عنایت ماست، عناد به خرج میدیم، ببخشید، به خاطر عناد ماست عناد به خرج میدیم. نه اینطور نیست، ما میخوایم بگیم این شخص سند داده لااقل، خب حالا دستش در نکنه، ولی بعد الان رجوع بکنیم آیا ارزش داره این سند؟ چون دیگه این که از الف باز درست بینندگان ارجمند، ما که میدونیم اهل سنت کتاب صحیح غیر از بخاری و مسلم ندارن، کتاب های بقیه هم ارزشمندن، البته اونا باید فیلتر بشن. مثلا در این کتاب سنن و در این کتاب تاریخ بعضی از روایاتش صحیحه، همچنین در کتاب تفسیر، ایشون الان کتاب تفسیر ذکر کرد، تفسیر سیوطی، مگر تفسیر سیوطی که بخاری نیست؟ هر چیزی که از دلش بخواد ذکر بکنه و صحیح باشه. الان پس کار ما چیست؟ عناد به خرج دادن نیست، کار ما اون استش که در واقع وظیفه این آخوند بود اگر حقیقت جو بود، غیر از اینه استاد خالد ما داریم کار ایشون رو انجام میدیم برای شما، رجوع میکنیم به اون سند و میبینیم این سند اصلا ارزش داره، سند درستیه، متصل هست، صحیح هست. اگر اینطوریه خب بر رأسمون بنده برمیگردم شیعه میشیم و تموم شد. ولی اگر دیدیم نه این یه دلیل خاصی که این آخوند نمیره رجوع کنه به خود اصل سند، رو خواهید دید. خب این الان نه بله، این نسی که اسمش مشهورترین وبسایت های اهل سنت در جهان islamweb.net که اینجا تفاصیل مختلف هست، یا یه تفاصیل مختلف ذکر میشه، درسته بفهمم استاد خاله درباره همین آیه؟ بله، همون در ابتدا این شخص دروغگو چه گفت؟ گفتش که امام سیوطی در کتاب، حالا به زعم خودش دورالمنصور، گفته که فقط در مورد حضرت علی یک کلام تمام شده رفت. ببینیم ایش خود امام سیوطی، اول اینکه قبل از اینکه اینو شروع بکنم، کتب تفسیر علیه همونطور که شما گفتید ضعیف و صحیح و همه اقوال اومده، سپس مفسرین اقوال رو اومدن که ارجح ترین رو بیان کردن، گلچینی فیلتر کردن. بله بله، شما تو خیلی از تفاسیر میتونید روایات هایی رو ببینید که باب میل شیعه هست، اما این دلیل نمیشه که اثبات عقیدی اونها باشه. نه، انسان باید ببینه واقعا اینو نگاه بکنه و تحقیق بکنه، ببینه آیا واقعا این چیزهایی که اومده درسته یا نه. خب اما نه که شما، حتی ما میبینیم که امثال قزوینی در صحبتاشون حتی استدلال میکنن به کتابهای مثل اسمش چی هست، الضعفا والمناکیر مثلا، یا نمیدونم خیلی از کتابی که مردم عادی نمیدونن، ضعفا والمناکیر چه خواهد، یکی از کتابهای بزرگ
ولی نمیدونه که هر چی ضعیف کتاب حدیث ضعیف و منقطع هست در این کتاب اومده. اصلا نیت نویسنده این بوده که تمام این کتاب این احادیث رو در اون جمع بکنه. حالا ببینیم چی میگه. در اولین رأیش سیوتی چیه؟ اخرج ابن جریر و ابن ابی حاتم عن عطیه بن سعد قال نزلت فی عبادت ابن صامت انما ولیکم الله و رسوله. در این آیه در مورد عبادت ابن صامت نازل شده، این ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم و دیگران. پس این یک رأی. خب یعنی ببخشید استاد خالد، عده‌ای از اهل سنت این رأی داشتن که شخص این آیه در برای شخصی به نام عباده، این عباده بن صامت هست، درسته؟ خب استاد خالد ببخشید یک سوال از شما، خود این صداقت و اعتدال اهل سنت رو نشون نمیدهد؟ چطور؟ اگر اهل سنت اهل خلوف بودن مثل رافضیان، خب می اومدن برای این عباده ابن صامت یک مقامی میتراشیدن و میگفتن آقا این نما ولیکم الله، حد اقلش این هستش که مثلا نمیدونم چه میدونم ولایت علی رو باطل میکنه این حرفو. نه، یعنی فرضاً حتی اگر درباره این عباده باشه این آیه، چیز خاصی یک فضائلیه بله، ولی چیز خاصی به عنوان اینی که امام معصوم عباده هست دلیلی بر این نیست. خب همین این کفایت نمیکنه برای حقونیت اهل سنت. اگر واقعا اهل غلوف بودن میامدن الان با این شخص غلوف میکردن. بلخص چون اینا میگن ما معاندیم، مگه نمیگن اینا همه چیز رو برای غیر از علی میتراشیدن، فضائل علی رو میدن به کسان دیگه و غلوف میکنن با اینا. خب کجا اونایی که رأی داشتن این درباره عباده هست آمدن غلوف کردن، اومدن ادعای ولایت کردن برای او، اسمت امامت ولایت تکوینیه. بله، یعنی ببینید برای من خود این نکته جالبه که این یعنی اهل سنت اصلا برایش مشکلی نیست حالا خب درباره عباده باشه، هیچ فرق این نه اهل سنت رو باطل میکنه نه تشیع رو چیز حقانیت تشیع رو ثابت میکنه. بله. خب بعد میگوید که بعد میاد اقبال دیگه میاره، مثلا بعد اینجا میگه که آقا اینجا اخرج الخطیب مثلا گفته که حضرت علی وقتی که انگشترش رو زکات دادن در حالی که رکوع این آیه نازل شد. خب بعد میاد از عبدالرزاق و ابن جری و ابن مردوی که البته الان این احادیث رو هم که میخونم آرای علما رو میارم که آیا این روایت ها صحیحه یا نه، میاد این رو بیان میکنه. بعد اینجا میگوید که و اخرج الطبرانی فی الاوسط بسند فیه مجاهیل و ابن مردوی عن عمار ابن یاسر قال که الی آخر. میگه آقا و طبرانی در کتاب اوسط خودش، معجم اوسط خودش، به سندی که در اون افراد مجهول هستن و ابن مردویه از عمار یاسر روایت کردن که حضرت علی این انگشترشون رو چه زکات دادن. بعد سپس میاد باز از طریق ابن مردویه و ابن اساکر اینها این روایت ها رو میاره. الان ذکرم میکنیم آیا این روایت ها صحیح هستن یا نه. خب بعد میبینیم که در انتها سیوطی میاد و میگوید که اقوال دیگر رو هم ذکر میکنه. مثلا جالب اینه که همه جا این ابن مردویه هست، خیلی جالبه. این ابن مردویه باز از ابن عباس روایت میکنه این آیه رو، انما ولیکم الله و رسوله، میگوید نزلت فی الذین آمنوا. میبینید ابن عباس میگه که این آقای آخون میگه، ابن عباس میگه نه فقط در مورد حضرت علی. ببینه ابن عباس چی میگه، رضی الله عنهما، نازل شده بر جمیع مؤمنان و علی اولشونه مثلا. این یک. خب بعد میگوید که باز میبینیم که یک رأی دیگه هست از ابن عباس که میگه انما ولیکم الله و رسوله، در اینجا میگوید که معنیش یعنی چه، انه من اسلم فقط تولى رسوله والذین آمنوا. خب یعنی همون حرفی الان همه اینجا الان شما ثابت کردید که رأی های مختلف از خود ابن عباس، فقط خود ابن عباس نمیتونه که هر دقیقه رأیشو عوض بکنه. خب همین، اگر یک صحابی رأی مختلف به یه صحابی منتسب شده چطور میشه آدم دینشو، بنیان دین، اساس دین آدم بر این تفسیر بکنه که این اصل دین رو ثابت میکنه، بعدم ادعای اجماع این حرفا رو بکنه، اجماع اتفاق. خب اینا اقوال مختلف میاره.
بله این همه اقوال مختلف خیلی بهتر اینه که من پر رنگ کردم. ببینید میگه و اخرج عبد ابن حمید و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم عن ابي جعفر انه سئل عن هذه الايه من الذين امنوا. از ابي جعفر پرسیده شد که این منظور این کسانی که ایمان آوردن کیا هستن، گفتش که کسانی که ایمان آوردن. بعد میگه قیل له، ازش پرسیده شد بلغنا انها نزلت في علي بن ابي طالب، اینطور به ما ابلاغ شده که در مورد حضرت علی. جواب ابی جعفر چیه؟ علی من الذين امنوا، علی از همون کسانی که ایمان آورد. امام باقر ایمان آورد. چه زیبا، چه تفسیر زیبا و معقولی. چرا این شخص زندیق این اقوال رو از دارالمنصور به زعم خودش نمیخونه؟ چرا این اقوال رو نمیاره؟ این از همون کتابی که این ذکر کرده، همون صفحه همون کتاب، ولی اینها فقط میرن یه تیکری که دلشون میخواد رو چه میارن. خب بعد میگوید که ابو نعیم الاصفهانی رحمه الله از عبدالملک ابن ابی سلیمان در کتاب حلیه خودش از امام باقر سألت ابا جعفر محمد ابن علی، یعنی محمد ابن علی الباقر، پرسیده شد در مورد این آیه، جوابش چی بود؟ میگه که منظور از این افراد آمنو اصحاب محمد هستن. قلت و یقولون، به امام باقر گفتم ولی میگن که منظور علیه. قالت علی منهم، علی یکی از اونهاست. خب پس میبینیم که آقا در دارالمنصور به زعمشون اینطوری هم نیستش که اینها به مردم چه میخوان بفهمونن که آقا اینه. خب من این رو الان بر میدارم. بله. بهتون کتاب انوار و تنزیل رو میدم که از حافظ بیضاوی آورده بود. بله. ببینیم که اونجا اون هم به صورت مختصر نشون بدیم، دروغش هم نجات با چیز کنم. اگر اجازه بدید بله اینو میگذارم، فقط قبلش من این متن رو بخونم. این قول بخونم امام ابن کثیر هست از محدثان بزرگ اهل سنت. چرا اینو ذکر نمیکنه عزیزان؟ وهابی که نیست، ایمان 700 سال پیش، از 700 سال پیش این شخص زندگی میکرد. قال ابن کثیر رحمه الله بعد اراده ها، بعد از اینی که این آیه رو ذکر میکنه، ابن کثیر میگه ولیس یصح شیئا منها بالکلیه لضعف اسانیدها و جهالت رجاله، میگه هیچ کدوم این روایت ها که تخصیص میکنه شخص معینی رو، حالا چه علی باشه، ببین انصاف رو ببین، چه علی بن ابی طالب باشه، چه عباده باشه، هیچ کدوم این روایت ها صحت نداره، چون مشکل در سند داره اینا. و این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه برای اهل سنت، چون خود آیه که واضح است. حالا اگر سبب نزولش شخصی باشه، خب چه بهتر برای اون شخص، فضیلته. ولی اون که آیین کامل ثابت نمیکنه، اعتقاد خاصی که ثابت نمیکنه درباره ولایت رو، امامت رو، خلافت نیست. و اینجا ببینید اینو ابن کثیر اینو میگه و قال شیخ الاسلام ابن تیمیه، و ابن تیمیه میگوید اجمع اهل العلم بالنقل الا انها لم تنزل في علی. میگه اهل، ببینید میگه اهل علم، اهل علم اونایی که بعضیا شاید نسبت کرده باشن، اونایی که علم دارن، تخصص دارن در این مسئله، اجماع دارن که این درباره، خصوص درباره حضرت علی نبود. و ان علی هم لم یصح، و علی که اونجا چیز نداد، انگشتی نداد در نماز. و اجمع اهل العلم بالحديث ان القصه المرويه في ذلك من الكذب الموضوع، این از دروغ و موضوع و ساخته است. و قال و جمهور الامه لم تسمع هذا الخبر، میگه جمهور امت اسلام که اینو قبول نداره و نشنیده اینو. ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمده، میگه و این در کتاب معتبر مسلمان ها نیست. الان اینا بگن آقا شما طعنه میزنید به کتاب نمیدونم سیوطی و غیره، این به طعنه نیست. البته این کتاب های تفسیر اینا کتاب های صحیح نیستن مطلقا. ابن تیمیه میگه این که این دربار علی نازل شده باشه در هیچ کدوم کتب صحیح نیامده معتبر. خب درست داره میگه، و اگر اینو بیاد ما رو رد بکنید، بیاد نشون بدید در بخاری اومده، در مسلم اومده، لا الصحاح در صحاح نیامده در بخاری و مسلم، ولا السنن و نه در کتب سنن، ولا الجوامع و نه در کتب مجموعات، والمجموعات بباشید والجوامع، ولا شیء من الامهات، و در امهات کتب اهل سنت، امهات کتب، کتاب تاریخ نیستن. درست استاد خالد؟ من. این از الف باز که ما بعد به اینها نمیدونم، بعد ما به اینها بعد یاد بدیم، اینا نباید اینا رو بدونن، اینا شغلشون اخوند حوزوی هست. امهات الکتاب که کتاب تاریخ نیست،
یه کتاب تفسیر نیست با تمام عظمتش. امهات الکتاب روایت های هستن با قوی ترین سند، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داوود، اینا امهات الکتب هستن. یک روایت صحیح درباره نیامده در این کتاب ها که این درباره علی بن ابی طالب است، این آیه نما ولی حکم الله. خب معلومه اینو بعد برن دنبال کتاب های تاریخ و بعضی از کتاب های تفسیر و ضعیف ترین روایت رو بعد بیارن و بعد بگن حافظ سیوطی. خدا شما آزاد خالد من حافظ رو خیلی پررنگ میکنه رو جای گل مثلا. بله خب بفرمایید. من این تفسیر دومی که بهش استدلال کرده بود تفسیر انبار تنزیل بیضاوی بود که اینو هم میرم ببینیم که ایشون چه گفته. این واقعا یه سائقه هست بر سر این آخوند که واقعا نشون میده که اینها اصلا این کتاب ها، این آدرس هایی هم که به دست مردم میدن اصلا نمیرن این کتاب ها رو نمیخونن، فقط از قزوینی یاد میگیرن که حاجی بگو ما چی بگیم، جلد یک، جلد دو، دار و نشر، دار بیروت، دار ریاض، نمیدونم فلان، بخونیم پشت سر هم که الا ماشاءالله. خب ایشون گفته که در انوار التنزیل امام بیضاوی اعتراف کرده که این آیه در مورد حضرت علی و یعنی همون امامت و ولایت و بقیه این مزخرفات. خب ببینیم اینجا چه میگه. این ببینید تفسیر سوره مائده آیه 55 اینجا هم نوشته انوار التنزیل و اسرار التأویل للبیضاوی که از ائمه کبار مفسر و ائمه شافعی هم هستن ایشون. خب از طرف های شیراز هم هست اصلشون. میگه آقا انما ولیکم الله رسوله یعنی چه؟ یعنی نهی از موالات و دوستی و کفار. ببینید این یک مسئله. دوم میگوید که اینجا یک لحظه اینجا میگوید که میگویند که چه؟ ببینید و انها نزلت، این فقط این قسمت رو میخونه، و انها نزلت فی علی رضی الله عنه حين سأله السائل وهو راكع في صلاته. میا این که نازل شده در مورد علی رضی الله عنه که در حالت رکوع به اون گدا مثلا زکات داد. خب بعد خیلی جالب میشه که ایشون اینجا رو نمیخونه. خیانت علمی واقعا. میگه واستدل بها الشیعه على امامته زاعمين ان المراد بالولي المتولى للامور والمستحق للتصرف فيها. خب میگه ولی شیعه میان استدلال میکنن از این آیه برای امامت علی و ادعا میکنن که منظور از ولی اینجا یعنی کسی که ولی امر شماست، اول الامر شماست و میتونه تصرف بکنه در امور شما. بعد میگه والظاهر ما ذکرناه، ولی اما آیه ظاهر آیه چیزی که ما قبلا گفتیم یعنی چه؟ یعنی ولایت با فتح روی واو، فتحه یعنی اینکه موالات کفار رو نباید داشته باشی. خب بعد یه چیز خیلی خیلی جالب میگه و ان صح انه نزل فيه و ان صح یعنی اگر هم صحیح باشه، اگر هم مثلا این آیه در مورد حضرت علی باشه، اگر نه به صورت چیز میگه فلعله جیء باللفظ الجم لترغیب الناس، ممکن هستش که فلعله یعنی شاید با این صیغه جم اومده به اینکه مردم که هم بیان مثلا صدقه ببخشید زکات و صدقه و الی آخر این چیزها رو بدن. بعد یک میاد ایشون به عنوان یک فقیه هم میاد یک استدلال فقهی هم میکنه از این که چه؟ میگه آقا بر فرض مثالم که این صحیح باشه این آیه در مورد حضرت علی و بر فرض مثالم صحیح باشه که حضرت علی در رکوع این زکات رو داده، دلیل بر اینه که آقا یک حرکت کم در نماز نماز رو باطل نمیکنه. ببینید ایشون نه اومد گفتش که چه این آیه شو در مورد یعنی برداشت امامت و عصمت رو کرد، نه برداشت کرد که این چیزی که این شخص گفته، بلکه میاد میگه اگر صحیح باشه، بعد میاد ادعای شیعه رو رد میکنه و آخر سرم میاد یه برداشت فقهی میکنه از این آیه. یعنی حتی از ما نرمتر هست، یعنی نمیگوید که آقا این چی دونی اینو میخواید توجیه بکنید، مگر میشه شخصی مثل علی بن ابی طالب در نماز مثلا بیاد اصلا نباید زکات بده و که فقیره این شخص، یعنی ببینید اصلا اعتدال از این تا این حد میگه نه. اصلا فرض زنم اگر این در قول علی باشه آقا خب این از باب این که تشویق بدن کسای دیگر.
یعنی تا حالا ما که ندیدیم هیچ عاقلی، حتی اون کسی که بگه این درباره علیه بگه که این درباره امامته. البته واقعا چه خیانت این آخون، یعنی واقعا این نشون میده استاد خالد و بینندگان ارجمند که براشون اصلا مهم نیست، این که میدونست اینو دیده براشون میدونه داره قچی میکنه و بقیه مردم که میدونه 99% پیروانشون نمیرن که دنبال حق، همین کافیه. چند تا مصادر اهل سنت رو ذکر کردیم، خیلی همین کافیه برای خودش، مهم فقط مذهب خودشه که مذهب خودش این اعتقاد رو داره و با اهل سنت هم اینطوری یه جوری میچپونیم، اینطوری اینا از کتابشون ثابت کردیم. ولی خب بعد بدونن آخوندها این از گذشته، ما این زمانی از خود شما بودیم، خود شیعه بودیم، این کارا رو شما میکنید به ضررتونه، به ضررتونه. من بنده سال 83 آخر 83 میلادی به دنیا اومدم، یعنی در یه اصلی که سالهای 95 96 97 تازه اینترنت اینجا تو اروپا تازه اوایل اینترنت بوده. الان نسل بعدی با تحقیق و اینها مشتتون باز میشه، امثال ما بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهند شد انشالله. این رو هم که من فرستادم بگیرید، شما از امام ابن کثیر خوندید و الان من نشون میدم این رو چیزی که شما خوندید از خود تفسیر ابن کثیر، یعنی تفسیر ابن کثیر آیه 55 سوره مائده. بعد میبینید که میاد میگه آقا در مورد عبادت ابن صامت هم شده، بعضی ها اومدن روایت ها رو آورده که در مورد حضرت علی هست مانند بقیه مفسرین و اینها. ببینید که چقدر هم اینها که میگه اهل سنت مخفی میکنن احادیث رو قلچی میکنن، میخوان تمام فضائل اهل بیت رو از بین ببرن. ببینید کتابش همه اقوال رو آورده ابن کثیر که در مورد حضرت علیه، و سپس میاد بعدم نگاه میکنه و این احادیث رو چون خودش هم محدث بوده، اهل علم حدیث بوده، میاد و نشون میده به ما که آیا واقعا این روایت ها که ذکر شدن صحیح هستن یا نه. خب مثلا اینجا میگه که وقال عبدالرزاق حدثنا عبدالوهاب ابن مجاهد عن ابی، که این آیه در مورد حضرت علی میاد. چه میگه؟ میگه عبدالوهاب ابن مجاهد لا یحتج به، اصلا بهش احتجاج نمیشه کرد. بعد در روایت دیگر ابن مردویه که میگه ضحاک از ابن عباس ذکر کرده این روایت رو، میاد میگه که ضحاک اصلا ابن عباس رو ندیده، پس چطور اومده و این روایت رو ذکر کرده. بعد میگه که ابن مردویه از محمد ابن صائب کلبی این روایت رو آورده، میگه و هو متروک، همه محدثین اون رو ترک کردن، از اون روایت نمیگیرن. خب بعد میاد میگوید که اینجا روایت بعدی که در تفسیر امام سیوطی هم بود، ابن مردویه از عمار یاسر میگه میگوید اینجا ولیس یصح شیء منها بالکلیه لضعف اسانیدها و جهالت رجالها. خب میگه هیچ کدوم از این روایت ها صحیح نیست به خاطر اینکه به خاطر ضعف اسنادش و مجهول بودن راویانش. خب پس میبینیم که آقا بعدش میاد در این پایین ذکر میکنه اقوال امام باقر رو که ما از تفسیر امام سیوطی هم خوندیم. پس میبینیم که آقا تمام مفسرین همچه این رو مسئله رو رد کردن و اومدن. نه ولی ایشون یه دونه مجری آخوند استاد خالد مگه نگفتن اینا قبول دارن؟ اهل سنت قبول دارن، نماشو قبول داره در مال علیه. بله شطور در قابل اصلا بر فرض مثال هم اخیجا من این ویدیو بازم ادامه داره، ولی خب ما دیگه یکم طولانی میشه چون من فقط میخواستم این قسمت هاشم نشون بدم. ولی بر فرض مثال هم بیایم قبول بکنیم این آیه در مورد حضرت علی، بر فرض مثال نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون نتیجه گیری میشه که امام بیضاوی داشتن و امام باقر داشتن، که آقا حضرت علی که از همین مؤمنانه و منظور تمام صحابه رسول الله و این فضیلت بر او انکار نمیکنید، فضیلت بر او بله، و یکی از مؤمنان هستن. نه این آیه در استدلال میشه کرد از این آیه به عصمت و نه امامت مطلق و نه امامت دوازدهگانه و نه مذهب امامیه، هیچ کدوم اینا. یعنی اگه بر فرض مثال بگیم آقا باشه سلمنا الامر، ما تسلیم شدیم، بر فرض مثال باز هم اون چیزی که شما میخواید از این قابلمه در نمیاد، از این چیزی که شما میخواید درست کنیم و میتونیم اضافه کنیم، میتونیم بازم ما میتونیم تحدی بکنیم، میتونیم بگیم که فرضاً این اصلا امامت رو ثابت بکنه، خب کجاست الحسن ابن علی و زکات دادن در رکوع؟ کجاست الحسین ابن علی؟ کجاست بقیه ائمه؟ مگه پارتی بازیه بگن که نه آقا از ثابته؟ این یاسر الخبیث عرض کردم یه بار، گفتم به شما استاد خالد
که یاسر خبیز ازش پرسیدن که اصلا این آیه تطهیر اصلا فرضاً درباره پنج تنه، اکثر ائمه که اصلا به دنیا نیومدن، بقیه چی؟ که اونها اضافه میشن ولی حق داره تعیین بکنه، بیان بکنه بقیه. مسخره مسخره. ما اگر خود اگر 12 امام خاص و معین هستن که ما بعد بهشون اعتقاد داشته باشیم بعد از ختم نبوت، خب خداوند کجا اینا معرفی کرده؟ کجا؟ غدیر حسن کو؟ غدیر حسین کو؟ این ما ولی حکم الان اینا الان اینا رو میگیم، میگن اینا رو ببین زیاد خان معاند هستن، اناد به خرج میدن. این اناد نیست، این حق. من نمیگم این حق امت سنیاس و اهل سنت، من میگم تمام بشر عالم. مگه اسم اشعریه نمیگه فقط شیعه میره بهشت؟ یا حتی اقلش میگن همه گمراهن غیر شیعه دیگه، این حتی اقلش دیگه، درسته؟ اونی که دیگه خیلی نرم آخوند سوپر نرمشون هم اینو دیگه میگه دیگه، حتی اقلش همه گمراهن. خب جرم جهانیان چیست؟ جرم جمهور مسلمین چیست که به این ولایت زلالت و امامت زلالت اعتقاد ندارن؟ خب کجاست در قرآن؟ دوستان این برنامه درباره یه آیه نبودا، این مهمترین آیه درباره امامت علی بن ابی طالب است. این و آیه که آیه که سوء استفاده میکنن و تحریفش میکنن، تحریف میکنن آیه را، اون آیه درباره ابراهیم میگن اینجا علی ابراهیم کسی درباره ابراهیم، خدایا کسی درباره ابراهیم، آیه ابتلافش میگن. بله بله. خب این دو آیه مهمترین آیات درباره حضرت علی بن ابی طالب، و دیدید چقدر سست، چقدر کش. یعنی ما که اینجا نیومدیم اینجا پوز بدیم، اینجا مسخره بکنیم، اینجا ما بجز خیر برای بالاخص برای عوام شیعه، بجز خیر برای اونها نمیخوایم. بسیاری هنوز، البته که خیلی از هموطنان ما از دین گریزه و متنفر از تمام کلیت اسلام متاسفانه شدن دست این آخوندها، ولی عده زیادی هنوز عاشق اسلام هستن، عاشق اهل بیت هستن، ولی خب گول این نوع استدلال ها رو خوردن، جواب اهل سنت رو تالا نشیدن. و این ما دو جوان هستیم، ما دو جوان شیعه زاده هستیم، تو یک ساعت و ربع برای شما این رو الان روشن کردیم. اگر این رو بازم بخواید خودتون تحقیق کنید، ما که میگیم اگر میخوای آخوند، مگه نمیگن آخوند و عقیده میخوای شیعه رو میخوای بشناسید، نرید پیش دشمنان شیعه، از خود آخوند ها بشنوید. خب ملت ما که شنید ماشاءالله از خود آخوند ها. خب همین حرف ما رو که امروز اینجا شنیدید عزیزان میتونید در وبسایت های خود اهل سنت مثل عقیده.com و غیره و اسلام تکست و غیره میتونید به تحقیق بکنید و ببینید ادله رو، ببینید و ببینید آیا این فرقه اثنی عشریه فرقه مذهب حقه به قول خودشون، این همه ادعای گنده و این آیه ای که سیاقش همون استاد خالد، این برنامه رو میتونستیم 5 دقیقه اجرا کنیم، ولی ما کار رو خیلی دقیق انجام میدیم. بله ما میخواستیم که این تفاصیل رو هم نشون بدیم که آقا اینطور نیست که این شخص میگه و در دروغ میبنده به صاحب این کتاب ها. بله و به این صورت و انشالله حالا من ببینید، حالا من از این کل کلیپ فکر میکنید 7 دقیقه بود، ما 2 دقیقه رو فقط نشان دادیم. ببینید اینها چقدر دروغ میگن و چقدر مزخرفات میگن که انسان یک ساعت نیاز داره بخواد که به دروغهای اینها رو باطلیه. حالا شاید بعدها این کلیپ رو کامل نشون بدم که بتونیم به جواب بدیم کامل، ولی برای امروز کفایت میکنند. شما اصل ماجرا رو جواب دادیم و کتاب ها رو هم نشون دادیم و عقیده اهل سنت رو هم بیان کردیم در این مورد. انشالله زنده باشیم، این برنامه ادامه خواهد داشت. جزاکم الله خیر، خسته نباشید. سپاسگزارم از شما استاد خالد، از شما بینندگان ارجمند. فراموش نکنید این با این شماره واتس اپ که از طریق واتس اپ زنگ که نه، پیام به صورت نوشتنی یا به صورت تکست یا حتی اودیو فایل میتونید ارسال کنید و ایمیل ما davatgiran1432@gmail.com میتونید ایمیل هم بزنید، سوالهایی که دارید، انتقادی، هر چیزی که محترمانه باشه انشاءالله ما خواهیم خواند و پاسخ خواهیم داد. و این است برنامه امروز، این بود ابطال شبهه
آیه ولایت. دیدید عزیزان که این آیه کفایت میکنه، حتی اصلا نیاز نیست برید رجوع کنید به تفاسیر و این مصادری که آخوندها میدن قچی میکنن، فقط کافیه قرآن رو، سیاق آیه رو ببینید. عاقل میتونه قضاوت کنه که این اصلا ربطی نداره، نه به ابوبکر ربط نداره داره، نه به ابوبکر ربط داره، نه به علی، نه به کسی، نه به ولایت خاص حکومت و امامت شخصی معینی. اینها اومدن دین کامل ساختن بر اساس این آیات. یعنی این آیات، این آیه کریمه و بقیه آیه کریمات قرآنی از اینا بری هستن. چه ظلمی دارن؟ ظلم این آیات چیست؟ همونطور که ظلم آیات چیست اگر داعش اون روی سکه خوارج سوء استفاده میکنه از قرآن، همینطور آخوندها روافض سوء استفادهشون از قرآن، از آیات، هیچ خدشه‌ای بر قرآن و آیات نمیزند. این است عزیزان، انشالله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. تماس با ما بگیرید انشالله با از طریق واتساپ یا از طریق ایمیل. تا برنامه بعد شما همگی شما خداوند یکتا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خدا نگهدارتون.